سرخط خبرها. بازگشایی که دارای اثرات اقتصادی و معیشتی قابل توجه نباشه در شرایط همه‌گیری فعلی میتونه مضر و خطرناک باشه. هشدار دولت ایران درباره بازگشایی‌های غیر ضروری همزمان با کاهش روند شیوع کرونا. آموزش و پرورش از احتمال باز شدن مدرسه ها و دانشگاه ها بعد از ماه رمضان خبر داد. افزایش امیدها به حل اختلاف میان رئیس جمهوری افغانستان و رقیب انتخاباتیش محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله قرار است یک توافق نامه امضا کنند. آمریکا اتهام تلاش برای سرنگونی دولت ونزوئلا را رد کرد. ترامپ میگوید نیازی به عملیات مخفیانه نیست، اگر بخواهد ارتش میفرستد. و بازگشت تدریجی زندگی به خیابان‌های اسپانیا اما با رعایت فاصله. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. وزارت بهداشت ایران میگوید روند ابتلا به کرونا در تهران نزولی بوده اما موارد ابتلا در استان خوزستان در حال افزایش است. با این حال چند مقام دولتی از احتمال بازگشایی کسب و کارهای مختلف و دانشگاه‌ها و مدارس صحبت می‌کنند. وزارت بهداشت ایران گزارش داده در 24 ساعت گذشته 48 نفر دیگر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند. تاکنون بیش از 106 هزار نفر در ایران به کرونا مبتلا شدند. برخی منابع داخلی و خارجی درباره درستی آمار وزارت بهداشت تردید دارند. فرین آسمی گزارش می‌دهد. زمزمه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در ایران تا اواخر ماه جاری. علی اکبر حقدوست، معاون آموزشی وزیر بهداشت می‌گوید اگر وضعیت شیوع کرونا به همین صورت پیش برود و روند آن کاهش پیدا کند، بعد از ماه رمضان ستاد کرونا اجازه بازگشایی دانشگاه‌ها را می‌دهد. حضور و غیاب دانشجویان اجباری نخواهد بود و دانشجویان می توانند تک درس یا کل ترم تحصیلی را حذف کنند. صحبت از احتمال بازگشایی مدارس در مناطق کم خطر هم هست. ما زمانی که برامون مهم تکمیل آموزش هست و اتمام محتوای برنامه درسی و برگزاری امتحانات، پیش بینی ما این هست که حداقل یک ماه این زمان خواهد بود که هم معلمان اطمینان پیدا بکنند محتوای برنامه درس آموزش داده شده، هم جبران کنند کمبودهایی رو که ممکنه دانش آموزان در این مناطق باهاش مواجه شده باشند و امتحانات رو هم برگزار کنند. با وجود کلاس‌های متراکم و حضور دانش آموزان در نیمکت‌های 3 نفره در کنار هم، این نگرانی وجود دارد که رعایت فاصله گذاری اجتماعی امکان نداشته باشد. همزمان با بازگشایی بعضی کسب و کارها و کم شدن محدودیت‌ها در ایران، بعضی از کارشناسان درباره احتمال شیوع موج دوم کرونا هشدار دادند. وزارت بهداشت هم گفته در هفته گذشته میزان ابتلا به کرونا سیر صعودی داشته. هدف اصلی حفظ سلامت و حفظ معیشت مردمه. قاعدتاً هر نوع بازگشایی که برای تأمین معیشت و نیازهای اقتصادی مردم انجام میشه، باید با رعایت دستور و عملهای بهداشتی به حد اکثر ممکن برسه و در عین حال غیر آسیب رسان به سلامت باشه. هر گونه، تأکید میکنم، هر گونه افزایش حضور مردم در اجتماع و هر نوع تردد در سطح شهرها و هر گونه بازگشایی که دارای اثرات اقتصادی و معیشتی قابل توجه نباشه در شرایط همه‌گیری فعلی میتونه مضر و خطرناک باشه. بازگشایی مشاغل و کسب و کارهای مختلف باعث شده خیابانها و ادارات شلوغ باشد و فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشود. به کرات فاصله گذاری اجتماعی مخدوش شده و پایی که فعلا برای مراکز صادر شده به نظر میرسه در تناسب با شرایط جمعیتی که اونجا حضور داره نیست. طبیعتا یه بخشش ایجاد پروتکل سختگیرانه تر هست و بعد این پروتکل رو تغییر کنه. یه بخشش هم به نظر میرسه که باید در فرایند نوبت دهی و چرخش هایی که در میزان مراجعین وجود داره یک در واقع دستورالعمل های جدیدی طراحی بشه. این هفته ما در جلسه شورای فرماندهی ستاد تهران موضوع رو مورد بحث قرار خواهیم داد.
بر اساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت ایران، تاکنون 106,220 نفر در ایران به کرونا مبتلا شدند. 6,589 نفر جان خود را از دست دادند و 85,064 نفر بهبود پیدا کردند. بسیاری از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس درستی آمار وزارت بهداشت را زیر سوال بردند. بعضی از مقام‌های پزشکی و بیمارستانی هم این آمار را بسیار کمتر از آمار واقعی دانستند. همزمان حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی از دستگیری 320 نفر به اتهام آنچه ایجاد نگرانی درباره کرونا خوانده خبر داده و گفته 1300 وبسایت به همین دلیل شناسایی شدند. بسیاری از روزنامه‌نگاران در ایران از زمان شیوع ویروس کرونا به خاطر اطلاع رسانی با محدودیت روبرو شده و بعضی از آنها حتی احضار یا بازداشت هم شدند. فرین عاصمی، بی بی سی. وزارت صحت افغانستان شمار قربانیان ویروس کرونا را در 24 ساعت گذشته 6 نفر و شمار موارد جدید ابتلا را 253 مورد اعلام کرده. به این ترتیب شمار موارد مرگ از آغاز انتشار آمار رسمی به 115 نفر و شمار کل موارد شناخته شده ابتلا به بیماری کووید 19 هم به بیش از 4000 نفر رسیده است. حیات الله حیات والی قندهار هم به کرونا مبتلا شده. منابع محلی ولایت غور در مرکز افغانستان میگویند اعتراض گروهی از مردم بر سر نحوه توزیع کمک‌های غذایی دولت به خشونت کشیده. گزارش شده دست کم 6 نفر در این درگیری کشته و 19 نفر دیگر زخمی شدند. 2 نفر از کشته شدگان از نیروهای پلیس بودند. شاخص کل بازار بورس و اوراق بهادار تهران همچنان روند صعودی دارد و روز شنبه از 1,000,000 واحد گذشته است. در اردیبهشت 2 سال پیش شاخص بورس تهران زیر 100,000 واحد بود. این یعنی شاخص بورس ظرف 2 سال 10 برابر شده. آرش حسن نیا، کارشناس اقتصادی از پراگ در جمهوری چک با ما هستند. آقای حسن نیا، چطور میشه این رشد صعودی شاخص بورس رو توضیح داد در شرایطی که تمام وضعیت اقتصادی ایران روند معکوس رو نشون میده؟ روند رو به رشد بورس از سال گذشته آغاز شده و از فصل سوم پارسال، یعنی از پاییز و زمستان، این روند شتاب بیشتری به خودش گرفته. در حدود 40 روزی هم که از سال جدید گذشته، کماکان رکورد شکنی های بورس و رشد شگفت انگیز بورس ادامه داشته، به طوری که بازدهی بورس در همین 40 روز گذشته نزدیک 100% بوده. عمده کارشناسان بر این باور هستند که رشد شگفت انگیز در بازار سرمایه ایران نه از بابت عملکرد شرکت‌های حاضر در بورس و نه همونطور که شما اشاره کردید تناسبی با وضعیت کلان اقتصادی ایران داره. آنچه که موجب چنین رشد شگفت انگیزی شده فشار نقدینگی و حرکت نقدینگی به این بازار هست و اصولا نگاه تورمی است که در بین جامعه ایران وجود داره. از این بابت فشار پول و فشار نقدینگی به بازار و همینطور انتظار جامعه از اینکه سرمایه‌های ریالی خودش رو در این بازار سرمایه گذاری بکنه باعث شده که ما شاهد رکوردشکنی‌های پی در پی و رقم خوردن روز تاریخی بورس امروز باشیم که شاخص از کانال 1,000,000 واحد گذر کرد. انتظار سرمایه گذاران چقدر واقع بینانه هست و اونها واقعا باید منتظر چه نتایجی باشند؟ ببینید، سرمایه گذاران به ویژه سهامداران خرد، یعنی سرمایه گذاران خرد، هیچ بازار دیگه‌ای و هیچ شانس دیگه‌ای برای سرمایه گذاری نمی‌بینن. بازارهای موازی بورس یا رونق خاصی ندارن یا با دخالت‌های بانک مرکزی و دولت، بازاری مثل بازار ارز، بازار سکه و بازار طلا، بازارهای جذابی نیستند برای سرمایه گذاران. ضمن اینکه حمایت دولت و حاکمیت از بازار سرمایه و بورس سبب شده که سهامداران خرد برای حفظ سرمایه‌های ریالی خودشون از گزند تورم آتی و دیگر آسیب‌هایی که نگاهداری این ریال‌ها برای اونها به همراه داره راهی جز ورود به بورس نداشته باشن. اما به هر حال این حرکت نقدینگی به بورس، همونطور که خیلی از کارشناسان میگن، با ارزش ذاتی بازار مغایر هست و وقتی که ارزش ذاتی با قیمت فعلی فاصله زیادی پیدا می‌کنه، اصطلاحاً گفته میشه که بازار یا کالا دچار حباب شده. برای همین نگرانی بسیار از کارشناسانی هست که این روند پایداری نباشه، یعنی حرکت سرمایه ها به این بازار تداوم پیدا نکنه یا اینکه این بازار جذابیت خودش رو از دست بده. کما اینکه تنوع محصولاتی که در بورس ایران
عرضه میشه، به ویژه عرضه های اولیه یا دیگر محصولاتی که در سایر بورس ها ما شاهد مبادلات اونها هستیم، در بازار ما کم هست. برای همین از اونجایی که سرمایه گذاران خرد راه دیگه ای ندارن، این بازار رو انتخاب کردن. اما باید این رو بدونن که اساسا ذات بورس با نوسان و ریسک همراه هست و بهتر این هست که اگر به بازار سرمایه علاقمند هستند، سبدی از سهام رو انتخاب بکنن برای سرمایه گذاری. متشکرم از شما آرش حسنی، کارشناس اقتصادی از پراگ با ما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. همزمان با کاهش روند شیوع کرونا، دولت ایران درباره بازگشایی‌های غیر ضروری هشدار داد. آموزش و پرورش از احتمال باز شدن مدارس و دانشگاه‌ها بعد از ماه رمضان خبر داد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و رقیب انتخاباتیش عبدالله عبدالله قرار است یک توافقنامه امضا کنند. در ادامه برنامه، بازگشت تدریجی زندگی به خیابان‌های اسپانیا با رعایت فاصله. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هر گونه دخالت دولتش در عملیات نظامی برای براندازی حکومت ونزوئلا را تکذیب کرد. دولت ونزوئلا هفته پیش از شکست یک توطئه و دستگیری دو آمریکایی خبر داد. آنها در تلویزیون اعتراف کردند که در برابر دریافت پول، هدایت یک عملیات را برای براندازی نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا بر عهده داشتند. جزئیات بیشتر در گزارش مهداد فرهمند. این نماها را دولت ونزوئلا منتشر کرده از دستگیری 13 نفر در یک شنبه گذشته که میگوید با قایق از کولومبیا آمدند تا مسئولان مهم مملکتی را به قتل برسانند، رئیس جمهور را ببرند، به آمریکا تحویل بدهند و نظام را براندازند، اما در کمین ارتش افتادند. 8 نفر دیگرشان کشته و یکی از قایق‌هایشان غرق شد. Detrás de esto está Donald Trump, Mike Pompeo directamente. آقای مادورو رئیس جمهور ونزوئلا آمریکایی‌ها را پشت این عملیات دانست. Aquí tengo los pasaportes de los dos. سندش را هم رو کرد. دو نفر از دستگیر شدگان دو ارتشی سابق نیروهای ویژه آمریکایی‌اند. هر دو هم اعتراف کرده‌اند که مأموریتشان براندازی بوده و برای شرکتی امنیتی به نام سیلور کور در فلوریدا کار می‌کنند. روزنامه واشنگتن پست پریروز گزارشی چاپ کرد که شرکت سیلور کور 213 میلیون دلار از مخالفان آقای مادورو گرفته تا نظام او را برایشان براندازد. اما مهمترین سرکرده مخالفان آقای مادورو، خوان گوایدو، رئیس سابق مجلس ملی، میگوید هیچ ربطی به این توطئه ادعایی ندارد. از آن سو در آمریکا، وقتی خبر از رخدادهای ونزوئلا بیرون آمد، دونالد ترامپ ابتدا به خبرنگاران گفت که تازه خبردار شده و درباره‌اش تحقیق می‌کند و بعداً خبر می‌دهد. Nothing to do with our government. Mr. President, let's talk about Venezuela. Did you order that? بعداً در گفتگوی تلفنی با شبکه تلویزیونی محبوبش فاکس گفت که اگر می‌خواست در ونزوئلا کودتا کند، ارتش می‌فرستاد که مثل آب خوردن مادورو را سرنگون کند. چرا باید با دو سه تا قایق این کار را انجام بدهد؟ I wouldn't send a small little group. No. It would be called an army. اما شک به دخالت دولت آمریکا در ماجرای ونزوئلا همچنان مطرح است. آنچه تقویتش می‌کند یک کلمه در حرف‌های مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا است که گفت آمریکا دخالت مستقیم در ماجرا نداشته. می‌توان برداشت کرد که شاید دخالت غیر مستقیم داشته. داستان ونزوئلا به کاریکاتوری از عملیات مشابه اما خیلی گسترده‌تر معروف به خلیج خوک‌ها می‌ماند که 60 سال پیش CIA برای برانداختن فیدل کاسترو در کوبا انجام داد اما شکست خورد. مرتضی فرهمند، BBC.
منابع نزدیک به محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی او تایید کردند که آنها قرار است در هفته جاری یک توافقنامه سیاسی امضا کنند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 7 ماه پیش برگزار شد و در نهایت محمد اشرف غنی برنده انتخابات اعلام شد، اما آقای عبدالله نتایج انتخابات را قبول نکرده و به صورت جداگانه سوگند ریاست جمهوری خورده که به تنش در فضای سیاست داخلی افغانستان دامن زده. علی حسینی خبرنگارمون در کابل با ماست. علی، چه خبری داریم الان؟ دو طرف روی چه مواردی به نظر میاد که به توافق رسیدند؟ خب آنطور که منابع نزدیک به عبدالله عبدالله میگن، دو طرف توافق کردن بر سر اینکه کابینه تعداد حدود 20 چند وزارتخانه که وجود داره و برخی موارد دیگرش را تقسیم 50-50 بینشان صورت بگیره، اما فعلا بعضی اختلافات بر سر این وجود داره که وزارت، مثلا وزارت خارجه و وزارت مالیه، بحثش وجود داره که به کدام یک از دو طرف تعلق بگیره. در عین حال هم وزارت داخله سرنوشت مشخص شده تعلق میگیره به آقای عبدالله و وزارت دفاع هم تعلق میگیره به آقای غنی. اختلافاتی که گفتی همچنان باقی است، چقدر مهمه و این اختلافات جزئیات بیشترش رو چی میدونیم ازش؟ خب اختلافات از این لحاظ، یک بخش از این اختلافات از این لحاظ مهم است که منابع نزدیک، آن چیزی که گفته شده، منابع نزدیک با آقای عبدالله مطرح کرد، یعنی توافق بر سر تقسیم 50-50 کابینه. نزدیکان آقای غنی اما میگن که چنین مسئله هنوز نهایی نشده و توافق بر سر آن صورت نگرفته. در عین حال موضوع دادستانی کل و وزارت مالیه و وزارت خارجه هم همچنان باقی مانده که بحث بر سر اینها جریان داره و اختلافات هنوز ختم نشده و وجود داره. به همین خاطر گفته میشه که قبل از اینکه این توافق نامه نهایی بشه، هم دو طرف، یعنی شخص آقای عبدالله و شخص آقای غنی، از نزدیک با هم می نشینن و صحبت میکنن. حالا مشخص بر اساس صحبت های نزدیکان آقای عبدالله، تقریبا یک بخش عمده از کار حل شده، از اختلافات حل شده، اما بر اساس گفته های نزدیکان آقای غنی، در رابطه با اینکه توافق نشده که کابینه تقسیم 50-50 بشه، به نظر میسه که اختلافات هنوز جدی هست. به هر حال باید آنطور که گفته شده هر دو طرف بر سر یک موضوع توافق داره، اینکه در هفته جاری توافقنامه نهایی میشه. متشکرم از تو علی حسینی در کابل. خبرگزاری رویترز میگوید شواهدی را دیده که نشان می‌دهد هکرهای مرتبط با ایران تلاش کردند به یک شرکت داروسازی آمریکایی نفوذ کنند. به گفته رویترز، آنها می‌خواستند به ایمیل یکی از مدیران شرکت گیلیاد نفوذ کنند، شرکتی که به دنبال تولید دارویی برای ویروس کرونا است. طبق این گزارش، این حمله‌ها احتمالاً کار گروهی معروف به چارمینگ کیتن یا بچه گربه دلربا بوده. خبرنگارمون بهرنگ تاجرین از شمال لندن با ماست. بهرنگ، در مورد این حمله ها بیشتر بهمون بگو. ناجی، گزارش هایی که در روزهای گذشته علاوه بر رویترز، چند تا از خبرگزاری های دیگه و شرکت های امنیت سایبری منتشر کردن، نشون میده که در هفته های گذشته یک سری هکرهایی که احتمالاً مرتبط با ایران هستند، تلاش کردند به حساب ایمیل یک سری از کارکنان سازمان بهداشت جهانی و توی این نمونه جدیدش به ایمیل یکی از مدیران شرکت آمریکایی داروسازی گیلیاد نفوذ کنند. حمله ها تا جایی که ما میدونیم تلاش برای فیشینگ بوده، به این معنی که هکرها میان یک صفحه جعلی شبیه به صفحه ورود به حساب ایمیل قربانیشون میسازن و بعد تلاش میکنن ابتدا پسورد و حتی چون الان اکثر در واقع سرویس های ایمیل دو مرحله‌ای هستن، احتیاج به یک کد دومی هم دارن، اون کد دوم رو هم بدزدن و از این راه دسترسی پیدا کنن به حساب ایمیل این افراد. نکته مهم توی این داستان حمله های فیشینگ اینه که خب مشخص نیست که توی حساب ایمیل، فرض کنید یکی از مدیران، مثلا مدیر حقوقی یه شرکت داروسازی، چه اطلاعاتی پیدا بشه. یک مقداری شبیه به تور ماهیگیری انداختن توی قسمتی از دریای اقیانوس که شما نمیدونید توش چه ماهی هست، و حالا این تور رو میندازن و به تعداد زیادی هم میندازن و تلاش میکنن ببینن که حالا چیزی از توی اینها پیدا میشه یا نه. و این چیزیه که ما از این گروه قبلا هم زیاد دیدیم و
دلیل اصلی که دارن صحبت از این میکنن که احتمالاً این حمله ها کار گروه چارمین کیتن بوده این بوده که از همون سرورها و از همون روش های استفاده کردن که در گذشته دیده شده این گروه استفاده کرده. در مورد این گروه بیشتر بهمون بگو، چارمین کیتن یا همون بچه گربه دلربا؟ بچه گروه دلربا یه توضیح بدم که گروه های هکر ایرانی رو یکی از شرکت هایی که حالا کار نامگذاری رو انجام میده اسمشون رو کیتن یا بچه گربه میذاره. ما بچه گربه موشکی داریم، بچه گربه دلربا داریم، بچه گربه پرنده داریم و الی آخر. این گروه بچه گربه دلربا که حداقل 5 6 سال هم هست فعال هست، ما دیدیم که در گذشته به تلاش کرده به حساب روزنامه نگاران ایرانی خارج از کشور، به حساب دانشگاهیان ایرانی و غیر ایرانی خارج از کشور، به حساب یه سری از مقام‌های سیاسی فرض بفرمایید آمریکایی، مثلا حتی یک معاون وزیر دفاع آمریکا قبلا تلاش کرده به حساب ایمیل اینها حمله بکنه. علاوه بر این 3 سال پیش تحقیقاتی که خود بی بی سی فارسی انجام داد نشون داد که این گروه همزمان با حمله با به این کسانی که به هر حال حکومت ایران مخالف خودش میدونه، حتی تلاش کرده بود به حساب محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم به همین روش دسترسی پیدا کنه. و میگم به نظر میاد که کار اصلیش بیشتر از اینکه یه هدف مشخص باشه افراد رو انتخاب میکنه. اینکه حالا موفق بشه به حسابشون نفوذ کنه یا نه و اگه موفق بشه تو حساب چه چیزی هست، این چیزیه که ازش اطلاع مشخصی در دست نیست. متشکرم از تو بهرنگ تاجری. برنامه با چند خبر کوتاه پی میگیریم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد شورای امنیت را به نظارت منفعلانه در قبال رفتارهای آمریکا متهم کرده. آقای ظریف تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران را نقض تعهدات بین‌المللی این کشور خواند و گفت وظیفه جامعه بین‌المللی اجرای برجام است. و همچنین گفته ایران برای اجرای توافق هسته‌ای در هر سطحی آماده گفتگوست. آمریکا اردیبهشت 2 سال پیش از برجام خارج شد و تحریم‌های تعلیق شده ایران را بازگرداند. دونالد ترامپ برجام را توافقی بد خوانده بود که جلوی فعالیت‌های به گفته او مخرب ایران را در منطقه نمی‌گیرد. آمریکا خواستار تحریم جهانی شرکت هوایی ماهان شده است. مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هواپیمایی ماهان را به حمایت از تروریسم، کمک رسانی به حکومت ونزوئلا و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی متهم کرده. او همچنین گفته ماهان خدمه خود را که به خاطر شیوع ویروس کرونا نگران هستند سرکوب کرده و به شیوع بیماری کووید 19 کمک می‌کند. بر اساس تحقیقات بی بی سی فارسی و عربی این خط هوایی که ارتباطاتی هم با سپاه پاسداران دارد در گسترش ویروس کرونا در خاورمیانه نقش داشته است. گنبد مسجد مالک اشتر ستاد فرماندهی نیروی انتظامی ایران در تهران آتش گرفته است. رسانه‌های ایران سهل‌انگاری کارگران را علت آتش سوزی اعلام کردند. گفته شده این حادثه تلفات جانی نداشته. دیدبان حقوق بشر میگوید در یک ماه گذشته حداقل 13 نفر در ایران به دلیل اعتراض مسالمت‌آمیز به ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراین به زندان محکوم شدند. سپاه پاسداران 18 دی ماه سال گذشته دقایقی پس از بلند شدن این هواپیما از فرودگاه امام خمینی تهران آن را با 2 موشک سرنگون کرد و 176 سرنشینش را کشت. سپاه گفته هواپیما را با 1 موشک آمریکایی اشتباه گرفته است. دیدبان حقوق بشر مقام‌های ایران را به فرار از مسئولیت متهم کرده و گفته آنها ضمن امتناع از ارائه اطلاعات درباره این حادثه افراد معترض را سرکوب کردند. اسپانیا حذف محدودیت‌ها برای جلوگیری از شیوع کرونا را شروع کرده. مردم حالا می‌توانند از خانه بیرون بیایند و ورزش کنند. کسب و کارهای کوچک هم اجازه فعالیت دارند. اما قوانین همچنان سختگیرانه است. با این وجود نگرانی این وجود دارد که عده‌ای قوانین را رعایت نکنند. دیمین گراماتیکاس از مادرید گزارش می‌دهد. اسپانیا دوباره به حرکت درآمده، اما با احتیاط و رعایت فاصله. ساعت شلوغی که چندان شلوغ نیست، همه ماسک زدند. با وجود خالی بودن بیشتر ایستگاه‌ها، زدن ماسک در وسایل نقلیه عمومی اجباری است. این مرد میگوید اولین روز است که سر کار می‌رود. میگوید مطمئن نیست و می‌ترسد مبتلا شود. به هر کس که ماسک ندارد ماسک می‌دهند. کسی ریسک نمی کند.
این زن میگوید نفس کشیدن با ماسک سخت است، اما برای محافظت در برابر کرونا لازم است. بسیاری از مردم در اسپانیا هنوز در خونه ها هستند. همینقدر رفع محدودیت هم میتونه خطرناک باشه. کسانی که بیرون میان ممکنه طوری رفتار کنن که باعث گسترش بیماری بشه. یک مهمانی خیابانی در اولین روز لغو قرنطینه، چیزی که مقام ها را نگران می کند. آنهایی که شرکت کرده بودند هر کدام 1000 یورو جریمه شدند. پلیس مردم را پراکنده می کند. با باز شدن مغازه ها فاصله گذاری به شدت رعایت می شود. بسیاری در هر زمان تنها یک مشتری را راه می دهند. بعد از مدت ها که به آرایشگاه می روید دوستانه از شما استقبال می کنند، اما کفش هایتان را باید ضد عفونی کنید. باید دستکش بپوشید و ماسک هم بزنید. این دستور دولت است. اینجا یک مکان پرخطر است. این زن میگوید تا پیدا شدن واکسن همه در خطرند. امیدوار است که به زودی واکسنی ساخته شود. قبل از اینکه مشتری دیگری بیاید باید همه چیز را دوباره تمیز کنند. اما وادار کردن مردم به رعایت فاصله کار سختی است. با آسان شدن قوانین عده بیشتری به خیابان ها می آیند. همه فاصله را رعایت نمی کنند. با اینکه محدودیت ها دارند از بین می روند و اسپانیا آزادی جدیدش را به دست می آورد، اما همه در وجود خود احساس نگرانی دارند. دیمی گراماتیکس، بی بی سی نیوز، مادرید. و اگر که شیوع ویروس کرونا زندگی ها رو تعطیل کرد و بسیاری از مردم جهان در کنج خانه هاشون قرنطینه شدن، به نظر میاد شرایط برای بعضی از حیوانات بد نشده. نمونهش پنگوان های این آکواریوم در ژاپن هستند. آکواریوم بهشت دریایی یوکوهاما هاکیجاما ویدیویی رو در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده که نشون میده پنگوئن‌ها در حال گشت و گذارند و به حیوانات دیگه مثل سمورهای دریایی سر میزنن. باقی وحشایی در شیکاگو و کیپ تاون هم ویدیوهای مشابهی منتشر کردن. پنگوئن‌ها از جمله حیواناتی هستند که به فعالیت روزانه نیاز دارند. رسیم به پایین این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.